بفرمایید. ببینم قیافش چطوره. بفرستش تو. خانم، ایشون همونیان که دنبال کار میگردن. باشه تو برو. بشینی. پس کار میخواستی؟ بله، بیرون با نگهبان حرف زدم. گفتم بیام داخل بپرسم، شاید کاری برای من داشته باشین. بگو قبلا کجا کار میکردی؟ چند سال خونه شیخ صاحب بودم، آشپزی میکردم، ولی یه دفعه از کشور رفتن. الانم هیچ شغلی ندارم. من خیلی به پولش نیاز دارم. حتی نمیتونی فکرشو بکنی که چقدر به یه کار احتیاج دارم. هر کاری بگین انجام میدم. فقط یه کاری به من بدین، من از پسش برمیام. بهتون قول میدم خانم. اما من اینجا به کسی که تمیزکاری کنه یا حتی برام غذا بپزه نیازی ندارم عزیزم. خودت ببین اینجا یه سالن زیباییه. یه متخصص حرفه‌ای لازم دارم. میدونی؟ مثل مانیکور، کار پوست، رنگ مو و یه چیزی مثل اینا. خیلی متاسفم. هیچ کاری برات ندارم. میفهمی؟ حالا بگو ببینم کار شوهرت چیه؟ من شوهر ندارم. خیلی نیاز دارم. دوتا دختر جوان دارم که همه مسئولیتشون با منه. خیلی نیاز دارم. هر کاری بخواید خیلی زود یاد میگیرم. هر کاری به هم بگین با جور دل انجامش میدم. هیچ وقت ازم ناراضی نمیشین. حتی پول کمم بدین من خانم، من شدیدم به کار نیاز دارم. این عجیب رفت؟ آره رفت. نمیدونی گلناز یه عالمه وسیله برامون آورده. چه وسایلی؟ اینقدر زیادن که نمیدونم کدومشو بهت بگم. آرد، حبوبات، شکر، برنج، کچاپ، مایونز، مربا. خیلی چیزا رو هم اصلا تا حالا تو عمرم ندیدمشون. بیا بریم بهت نشون بدم. اصلا نمیخوام ببینم چیان. اصلا واسه چی اونا رو ازش گرفتی؟ یعنی چی چرا گرفتی؟ اون برای ما خرید آورده، چرا نگیرم؟ منم دارم همینو میپرسم. واسه چی این چیزا رو برامون آورده؟ تو چرا مثل دیوونه ها حرف میزنی گلناز؟ بعده که به فکرمونه، واسه همین این چیزا رو برامون آورده. بعدم این همه وسایلو میزدم تو صورتش. من اینقدر بد اخلاق نیستم. هنوز اینقدر بدبخت نشدیم که نیازی به کمک اون داشته باشیم. آخه چرا این روزا اخلاق دیگه جوریه گلناز؟ دلیل اینکه از همه ناراحتی خب چیه؟ خدا رو شکر کن که یکی حواسش اینقدر بهمون بوده، وگرنه تو این دور زمونه کسی اصلا جواب سلام کسی رو هم نمیده. تو میتونی تشکر کنی، من نمیتونم به خاطر صدقه گرفتن تشکر کنم. صبر کن ببینم گلناز، تو هیچ وقت از اومدن عمران به اینجا اینقدر ناراحت نمیشدی. چرا امجد و دایی نجیبو که میبینی اینقدر از عصبانیت سرخ میشی؟ من نمیفهمم تو مشکلت چیه دختر. تو دقیقاً چی میخوای؟ یه بار به هم بگو ببینم. اگه قرار نیست با امران ازدواج کنی باشه ازدواج نکن، ولی گلناز اصلا از هم نخواه که منم با امجد و دایی نجیب قهر کنم. فهمیدی چی میگم؟ بهت نمیخوره مادر دوتا دختر جوون باشی؟ نیازمندم که به نظر نمیای. به نظرم اگه یکم به خودت برسی، تمام زنای پولدار این شهر کنیز تو میشن. تو خیلی جوونی عزیزم. گول شکل و قیافه منو نخورین.
اونقدر بی پولم که حتی توی خرج خونمونم موندم. چطوری؟ بهتون بگم که اگه بهم یه کار بدین خانم، هیچ وقت من پشیمونتون نمی کنم. قول میدم هر کاری بگین انجامش میدم. خب من میتونم بهت یه کار بدم، ولی چی؟ تو باید خودتو یه کوچولو تغییر بدی. ببین عزیزم، اینجا سالن زیباییه، کاری که اون دخترا میکنن و تو نمیتونی بکنی، ولی میتونم یه کار دیگه بهت بدم. اما واسه این کار باید یه کمی به خودت برسی. عزیزم ببین، مردم این چهره غمگین و ناراحت رو نمیپسندن. مردم فقط و فقط یه صورت خندون و شاد دوست دارن. حرف منو میفهمی که پول خیلی خوبی هم میدم، منظورم حقوقه. به چی فکر میکنی؟ من باید چیکار کنم؟ تو هیچی، فقط حواست به دخترها باشه و از مشتریای ویژه اینجا خیلی خوب مراقبت کنی. میتونی بری. اگه فهمیدی چی گفتم و موافق بودی، فردا بیا، من منتظرت میمونم عزیزم. باشه. سلام مامان، کی برگشتین؟ این چیزا از کجا اومده؟ اینا رو کی آورده؟ دایی نجیب همه این چیزا رو آورده. حالا شما رو هم پرسید، اما خونه نبودین، فقط وسایل گذاشتم. مامان ببینم شما به دایی زها زنگ زده بودین؟ عمران به من زنگ زد مامان، گفت به مامانت بگو که دیگه هیچ وقت به بابام زنگ نزنه. تو رو خدا مامان، به خاطر یه زنگ شما تو خونشون دعوا شده بوده. نمیدونین عمران چه چیزایی بهم گفت، حتی روم نمیشه بهتون بگم. مامان هر چقدر مجبور بودین، تو رو خدا دیگه هیچ وقت برای هیچ چیزی جلوشون دست دراز نکنین. تازه این لطفایی که دایی نجیب داره بهمون میکنه، اگه خاله هاجر یه دونشو بفهمه با همون چه رفتاری میکنه؟ اصلا بهش فکر کردین؟